رود بیکران پاینده ایران خوشحالم که در این ساعت براتون برنامه اجرا میکنم خبرگزاری میزان که در حقیقت خبرگزاری رسمی قوه قضایی است اومده اعلام کرده که آقا یک خانومی رو به خاطر توهین به مقدسات در فضای مجازی به دارستانی تهران و او اعلام جرم شد یک خانم فعال در فضای مجازی به دلیل توهین به مقدسات به دارسرای تهران اعزام شد و او اعلام جرم صورت گرفت و همینو خبرگزاری جوانم اومد اعلام کرد یعنی همه خبرگزاریشون گفتن آقا ما صدا کردیم یه دختری رو میخوایم محاکمش کنیم خبرگزاری فارس هم همین حرف رو خانم توهین کننده به مقدسات در فضا خیلی جالبه یعنی این شما یه چیز دلیلی که من شروع کردم توهین کردن به مقدس سریناشون که قسمت پایین تنه فاطمه زهرا و حضرت زینب هست که قسمت پایین تنه خیلی قشنگی هم مثل که داشتن و در باب پایین تنه حضرت زینب مطالب نوشتن آقا مطالب نوشتن که داستانهاش خیلی داستان بوده به هر روی ما اگه رفتیم اینجوری حمله کردیم چون دایره این جماعت اینه که هر چیزی ما میگیم اینا میگن توهین به مقدسات حالا که اینطوره واقعا توهین به مقدساتت میکنیم که دلمون نسوزه دیگه حالا ما پیگیر شدیم داستان چیه این توهین به مقدسات از کجا میاد کدوم دختر رو میگن رسیدیم به زینب موسوی که خانم زینب موسوی این عیزان ارزشی که میگن ما میخوایم بریم غزه عمره یه تنزی درست کرده اینا رو مسخره میکنه با چادر و با ماسک سوپرمن اینا رو مسخره میکنه و به اینا خیلی فشار اومده ولی من هرچی گوش کردم توش توهین از مقدساتی ندیدم این توهین به خود مقدسات نمیکنه داره شماها رو مسخره میکنه آها آها نظام مقدس رو یعنی شما ارزش عراز، رو اگه شما ارزشیا رو ما الان مثلا مسخره کنیم به خاطر که واقعا مسخره هستید این میشه توهین به حسین باشه من مشکلی ندارم گروه بابای حسینت توهین به حضرت زینب میشه خب باشه ما شاشیدیم تو دهن حضرت زینبت اونم مشکلی نیست ولی این داره توهین به شماها میکنه تازه تو نمیکنه واقعیتتون رو داری میگه ببین ببینیم این دختر چی گفته که اینجوری آتش انداخته بر جان شیخه اسنا حشری اینجوری کک انداخته تو تنبان این جماعت محب به پدر گشته شاد حسین شرخال نت و واقعا من هرچی نگاه کردم چیزی متوجه نشدم توهین به مقدساتش کجاست ولی گوش کنیم آ نکنه اینجوری این چادر شاید این استایلی که وایستاده توهین به مقدساته خب بسم الله و صدیقی. ببینید در باقی شهادت باز بس از عزیزان اسرائیل ستیز مقیم مرکز که دوست دارن به فیض شهادت نایل باشن همین الان باید بدون فوت وقت حرکت کنیم به سمت مناطق اشغالی. من یه چیزی هم عجیبه این دختر انقدر معروف شد چون اصلا هنری من هیچ وقت تو این زینب موسوی ندیدم. از نظر تنز و نظر اجرا اصلا تو دل آدم نمیدونی چون تنز ولی یه کاری کنی یه جوری تو دل بره دیگه یه خود تفحال کنه بس نمیدونم بعضی هم شانس دیگه یه رفعه خیلی معروف و علکی میشن یعنی من معروفیت و حساسیت رو موسوی از بابت چیست من واقعا نفهمیدم اون موقع هم که اون امپراتوری کوزوو بود چی بود به اون شکل می اومد مثلا صورتش نشون نمیداد با چادر من حتی یک بارم نتونستم هیچ کلیپ اینو با دقت بتونم ببینم یکی دو بار برام فرستم همین کلیپ هم والا الان چون بچه مذهبی رو سوزونده دلم خنک شده ولی هرچی نگاه میکنم یعنی یه بار به زور تونستم این کلیپ رو یه بار تونستم با دور تون گوش کنم حالا با شما تلاش میکنیم که کامل گوش کنیم فقط من تا بگم البته بیل... بعضی از دوستان در تیم اتاق فکر ما میگن که ایشون با رانت هم اومده بالا برام چون مهم نیست حالا جزئیاتش رو نمیارم ولی ببین من چون اجرا میکنم ساعتا از نظر اجرا زینه موسوی هیچ هنری نداره عجیب واقعا ناموس دلغکی که گفته از کربلا تا قدس پیاده در روز به حرفش توجه نکنید چون ببین تا اولی که در کربلا چند روز رو هستش اینو به من بگو چون شما هم تو تیرون زندگی میکنید تو کربلا زندگی نمیکنید یه کشور دیگه از کربلا بعد از کربلا تا قدس دوباره چند تا کشور دیگه هم هست یه خود قوانین بین الملل حالی دو باشد تا که سرتون زیر بندازید یه کوله بندازید به کولهتون کولتون شبیه قرن پنجم هجری قمری را بیافید به سمت بیت المقدس اینا رو در نظر بگیرید دنیا می که اون کسی که در روز میخواد پیاده را بره داده تو گوگل زده در روز اون کسی که در یه تک بدون خواب بدون آب بدون غذا یه بار به گلی کلی چستش که دارد میرن قضه دیگه جون دارد بجنگه اینو راست میگه ولی خیلی بد اجرا میکنه میگم اجراش واقعا فاجعه است و البته خب من یادم من اولین بار که این دختر رو بهش برخوردم سال 2017 بود یه کلیپ عملی ساختم اون موقع به این بنده فشار اومد تا بوده که توهین کرده بود به ایران و خیلی نگاه های ایران ستیزانه این دختر در دا کل داشت و اون موقع چون نگاه های ایران ستیزانه داشت بلش کردن خیلی ها بلش کردن و حالا الان افتاده به جان رژیم و خب رژیم هم بهش فشار میاد که فقط دست به زر بزنی عزیز دلم یه که یه مثلا 4 که بیشید میتونید قشنگ برید اونجا با اعتراض چیز بجنگید چون که خود اسرائیل حدود 500 هزار تا نیرو بیشتر ندارد شما 400 500 هزار تا اگر بشید اونجا یخت هز بلا مز و فلان و این حرفام هستش میتونید قشنگ کار رو هم دیگه در بیارید ببینید از ریدن به من بگید که نیستش که پس اونو میتونید برده. شما در خانش... خب اینا خیلی جالبه مثلا این چیز استفاده کرد دیگه بهش پوزش میخوام عواجه ریدن استفاده کرد به یه دختر میگم مثلا اینم من قبلا حالا کلیپاش و اینا رو مثلا بچه ها فرستاده بودن سال دو برای اینا مثلا این سطح بیادبی رو نداشت یعنی فضای جامعه انقدر حمل عصبی کردن که جامعه داره میره به سمت حرفای رکیک و یکیش خود منم و من البته دارم تلاش میکنم که یه مقدار باز خودم درست کنم یعنی الان یک سال دیگه خیلی دهن من دیگه چیز شده توهین دارم میکنم یعنی دارم تلاش میکنم تا جایی که میشه جلو خودم بگیرم الفاظ زشت و رکیک و اینا رو تا جایی که میشه رو بگیریم خیلی دیگه فضای بدی میشه یعنی این برای ادبیات مون هم خوب نیستش که به خاطر که این رژیم ما رو اینقدر عصبی کرده ما داریم اینقدر تو اینای رکیک میکنیم راهی هم نیست برای زدن تقدسات آدم نیاز داره ولی بکنم بیش از اندازش یه خورده دیگه جالب نباشه ولی جالب بود که این دختر از همین واژه استفاده میکنه یعنی در خود ایران هم این فضا دیگه شکست خیلی داره فضا میشکنه جمهوری اسلامی کاری کرده که کسی نمیتونه مثل آدم مثلا برنامه بسازه همه ما یه چهار تا فوش آنچنانی رکیک بدیم چون همه رد دادن یک فضایی است که حسین نورانی نجات که داشتیم می تحلیل میکردیم درست میگه فضا به سمت فروپاشیه یعنی یکی از علائم فروپاشی اجتماعی هم همین الفاظ رکیکی دو طرف داریم به هم میدیم دیگه یعنی شما بسیجیام خیلی الفاظ رکیکی رو به کار میگیرن ما هم داریم همون کارو میکنیم و این اون فروپاشی اجتماعی رو دا داره در حقیقت نمایان می‌کنه. پاتاریایی به جای جای ثپه‌ای نریده باقی اونجا می‌تونه در در حال یک چند اسرائیلی هستند هم همین می‌تونه کری، هرگاه بودی که دلتون میخواد مثلا شون در بیارید. بعدیشم دیگه اینکه ببین اگر میخواد برید به چیز اون پیاده رو بین که اصلا در نظر باقی افت به هر حال برای افکتات کیزنی خاطر خوب خرج کنید. همه جای این تاکید هست که مفتکی بدونی برید و بیاید. با هوا پیدا بگید پیدا و فرقه مهرابان نمیتونید برید چون ببینید اونجا در یک کشور دیگه است باید فرقه بین ملدی تش اون هوا های فرقه مهرابان چما رو برد که اونجا مثلا هیچ چیزی نیستش خب من بیشتر ادامه ندم چون اجرای این دختر رو واقعا نمیتونم تحمل کنم یعنی اجراش خیلی ضعیفه نمیدونم چرا این فکر میکنه با نمکه و تن مثلا میاد انجام میده اینا و عجیبه برای من که مورد توجه یک بخشی از جامعه هم هست این خود بخره تعجب میکنم یعنی نمیفهمم این معروفیت این آدم یعنی اصلا هر جور حساب میکنی نمیتونه حرف بزنه واقعا نمیتونه خوب اجرا کنه ولی داره بد میسوزونه یعنی من میبینم که خیلی از نیروهای مذهبی بابت زینب موسوی بد میسوزن یعنی همین که ولی حداقل تونسته باعث سوزش جماعت شکه اسنا حشری بشه با اینکه خودش هم دختر مذهبیه میدونید هیچ وقت موهاش دیده نشده اینا از این بابت خوبه ولی این اینم جالب بود برای من که قوه قضاییه رسما بیانیه داد بیانیه داد گفت من اینو به خاطر این کلیپش احضارش کردن و برها قوه قضاییه برش پرونده تشکیل دادن این نشون میده آستانه تحمل رژیم اسلامی تا کجاست در حالی که مخالفین بمباران غزه در خود تلاویو علیه نتانیاهو تظاهرات میکنند و از مسئولیت غذایی برخوردارند و کشور خودمون طرف یه تنظیم میسازه خیلی چیز مثلا یا تا انتقاد میکنه انتقاد تلخ میکنه انتقاد به نگاه خودش تنظیم میکنه اینا مثلا مواقع این خب نشان میده وضعیت رژیم جمهوری اسلامی این سطح آسانه تحمل که در این سطح هم دیدیم نیروهای مذهبی چقدر بهشون فشار اومد نشون میده که واقعا چقدر شکننده است این رژیم که این از این دختر انقدر میترسن قبلا هم این دختر یکی دو بار محکوم شده اذیتش کردن و این هم خب اصرار داره در ایران بمونه این کارش باز با شرافته میگه من از ایران نمیرم در ایران میمونم و البته چند وقتم هم می فکر میکنم برای اومد یه جا اروپا استناب... استناب کامیدی با چیز کرد بازی کرد مثل اینکه نه استناب کامیدیش انجام شده یا نشد در سالگرد محسا میخواست این کارو کنه اونو دیگه در جریان نیستم ولی به هر حال الان در ایرانه و براش تشکیل پرونده دادن گویا البته مطمئنم نیستم در ایران اینم بگم شاید الان در خارج باشه ولی به هر حال براش تشکیل پرونده دادن پاینده ایران و بدرود.